اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و صل الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما مؤمنین امیدوارم که در این شب عرفه شب دعا شب مناجات شبی که خیلی از مؤمنین منتظر این شب بودند خداوند ان الله به برکت این شب در رأس حاجاتمان ظهور حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام باشد ان الله فرج آقا را نزدیک بگرداند و این مشکلات که در کل دنیا مخصوصا در بین مسلمان هاست حل و فصل بگرداند خب امشب یکی از بهترین شبهای سال هست در بعضی روایات داریم که اگر کسی در ماه مبارک رمضان حتی شبهای قدر موفق نشد بیاید و شب عرفه را در کند شب مناجات با قاضی الحاجات توبه در آن شب مقبول دعا مستجاب هر کس که این شب را احیا بکند و تا صبح به عبادت بپردازد اجر فرمودن 170 سال عبادت را داد اعمال این شب همونطور که عرض شد دعا و مناجات و توبه و از است که خود مؤمنین یاد دارند دوم دعایی است که در کتاب مفاتیل جنان در بخش اعمال شب عرفه است میخوانیم اللهم یا شاهد کل نجوا و موضع کل شکوا و عالم و عالم کل خفیه و منتها کل حاجه سوم دعای دیگری که در همین شب منقول هست اللهم من تعب و تحیع که این را می توانید پیدا بکنید از کتاب مفاتیح الجنان و یکی از اعمال دیگر خواندن تسبیحات عشر میگویند فرمودن که در کتاب مفاتیح الجنان هم آمده است خواندن تسبیحات عشر یعنی اون ده تا تسبیح که در اعمال روز عرفه آمده است سبحان الذی فی السماء عرشه سبحان الذی فی الارض حکمه سبحان الذی فی القبور قضاؤه تا ادامه و دعای اللهم من تعبع و را ارز کردیم که در این شب وارد شده است و در قسمت اعمال شب جمعه می توانید این را پیدا بکنید و چهارمینش که ما موفق نیستیم زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست کسی که امشب موفق به زیارت بشود و شب تا به صبح کنار مرقد قد ابو عبدالله الحسین در کربلا باشد از شر اون سال نگاه داشته می شود خب مایی که موفق نیستیم الله از همین جا یک سلام نامه به ارباب بیکفنمان ابو عبدالله الحسین علیه السلام می خانیم. حالا هر سلام نامه ای که باشد اعمال روز عرفه خب خیلی زیاد هست من اشاره کنم اولش روزه است دوم غسل قبل از ظهر هست سوم زیارت امام حسین علیه السلام حالا که ما موفق نیستیم از همین راه دور چهارم دو رکعت نماز بعد از نماز عصر هست در رکعت اول بعد از هم توحید و در دو رکعت دوم بعد از هم سوره قلیا یا الکافرون هست پنجم خواندن دعای عرفه امام حسین علیه السلام است که این را انشاءالله خیلی با توجه بخوانیم مطلب آخری روز عرفه اونقدر مهم هست که خدای تعالی بندگان خیش را به طاعت و عبادت خود خوانده است در روایت دارد که امام سجاد علیه السلام در روز عرفه سائلی را دید یک گدایی را دید که از مردم گدایی می کند فرمود وای بر تو آیا از غیر خدا سوال میکنی در این روز حالان که امید می روید در این روز برای بچه های در شکم آن که فضل خدا شامل حال آن شا شود و سعید شود لذا شب روز عرفه از بهترین شبها و روزهای سال هست قدر این لحظات را بدانیم و این شب را به عبادت بپردازیم و سبها فردا هم اعمالش را انشاءالله انجام بدهیم و در مساجد و حسینیه ها و تکایایی که دعاء روز عرفة خانة من إن شاء الله شركات و وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين